سلام، خوبین؟ سلامت باشین بزرگوار. خب خیلی لطف کردین، امشبم مهمون ما شدین و اینکه افتخار دادین تا بچه هایی که ناشنوا هستن هم بتونن توی جلسه ما باشن و باعث برکت جلسه باشن. اتفاقا امروز لایو قبل از اذان یه صحبتی داشتیم که جسم انسان مرکب ماست در این عالم و حقیقت ما اون روح ماست و وجود حقیقی ماست که توی این مرکب قرار گرفته. ممکنه این مرکب یه نقصایی داشته باشه، مثل ببخشید من حواسم به کامنت نبود، عذرخواهی. ممکنه که این مرکب یه نقصی داشته باشه، مثل یک ظرف بلوری که ترک برداشته. ظرف اهمیت نداره، مهم اینه که چی داخل ظرف ریخته و کی داخل ظرف اون حقیقت رو قرار داده. میخوام بگم ما آدم ناقص نداریم. جسم ممکنه آدم میخوره زمین دستش میشکنه، نه میره زیر دستگاه قطع میشه، یه ضربه میخوره چشمش نابینا میشه، میشه جسمش ناقصه، اما حقیقت وجودش کامله و هیچ نقصی داخلش نیست و اون چشم واقعی، اون گوش واقعی که حقایق رو میبینه و حقایق رو میشنوه تو درون ماست، اینجاست. ربطی به اینجا و اینجا نداره. اینه که ما خوشحالیم که دوستای ناشنوای ما پیش ما هستن الان و اینو بدونن که اصلا این نیست که کسی فکر کنه اینها یه نقصی دارن. وجود حقیقیشون هیچ نقصی نداره. ما هممون انسانیم و تو قرآن میگه که احسن کل شیء خلقه، خدا هیچ چیز بدی ناقصی خلق نکرده. این جسم مرکب ماست، نقص در مرکب دلیل داره، مثل امتحان میمونه، مثل یک امتحانی میمونه، میگه من انقدر به تو قدرت دادم که این مرکب رو دنبال خودت بکشی، میخوام به اون قدرت برسی. و شما میبینید عزیزای ما با اینکه ناشنوان ولی خودشون به تنهایی تمام کاراشون رو میتونن انجام بدن. یه وقتایی مایی که فکر میکنیم شنوا هستیم اتفاقا اونا رو اذیت میکنیم، یعنی چون از حق فهممون استفاده نمیکنیم باعث دردسر میشیم برای بچه‌هایی که ناشنوا هستن. خواستم بگم که خوشحالیم هستیم تشریف دارید. موضوع صحبتمون اسمش گذاشتیم تنهایی دست جمعی، بحث مناجات، بحث دعاه و دعای ابو حمزه رو داریم میخونیم با دوستان. خب رسیدیم به این قسمتش که اولا بذارید، چون بچه های ناشنوای ما نبودن تو این چند جلسه، من سریع مباحث قبل رو توی چند کلمه بگم برسیم به اینجا. گفتیم الهی لا تعذبنی به عقوبتک، معناش چیه؟ میگه خدایا با عقوبت منو ادب نکن، یعنی هدف از عقوبت تعدیبه. شما بچه رو برای چی میبری حمام؟ مثلا خودت چرا میری حمام تمیز بشی؟ حمام یه جایی برای تمیز شدن، میدونی؟ نمیبرن تو حمام آدمو زج بدن. بله تو حمام آب داغ هست، کیسه میکشی به بدنت ممکنه یه ذره بسوزه، اما هدف از حمام رفتن چیه؟ تمیز شدنه. تو ورزشگاه میری با یه مربی حاذق تمرین میکنی، وزنهای سنگینی روی دوش شما، رو بازوی شما میذاره و وزنه میزنی، اما اینا برای چیه؟ برای تقویت اعضا و جوارح شماست و برای اینه که شما جسمتون بیشتر در اختیارتون باشه، تقویت بشه و بتونه بهتر فرمانهایی که شما دارید رو ببره. میخوام بگم هدف از عقوبت تعدیب. عقوبت منظور زدن نیست، اصلا مفهومش کتک زدن نیست. عقوبت در اتفاقات عالم نهادینه شده، نهفته است، یعنی تمام عالم مثل یک دارو میمونه، ما وسط داروییم، غرق در داروی شفابخشی هستیم که میتونه ما رو تو مسیر انسانیت رشد بده. همین که قضا و قدر خودش چجور چیز، همین عقوبت درش نهفته است. مثلا آدمی که متکبر میشه
دنیا براش کوچیک میشه، حوصلش تنگ میشه، حالش بد میشه، حس خوب نداره. این اتفاقاتی که خاصیتی که خدا به تکبر داده، این عقوبت متکبره. یعنی اولین قربانی تکبر متکبر کیه؟ خودشه. تنها حالش بد میشه. چرا این خاصیت رو دادیم به تکبر؟ واسه اینکه تو متکبر نشی. عقوبت آدم متکبر همینه که متکبره، و چون متکبره تنهاست، و چون متکبره متوهمه، همه رو دشمن میبینه، نمیتونه محبت رو درک بکنه، عینک بدی رو چشمشه، همه چیز سیاه میبینه، تفسیر غلط از اوضاع دورش داره، برای همین آسایشش رو از دست میده. مثل آدم حسود، عقوبت آدم حسود چیه؟ همینه که وقتی حسود بشی تمام عالم میشه آتیش. یه ماشین مدل باره از جلوت رد میشه، آتیش میگیری که این چرا این ماشین رو داره من ندارم، اصلا چرا این اصلا نمیگه. آخه حسود نمیگه من داشته باشم، میگه اون نداشته باشه، چرا اون اون ماشین رو داره. عجل خونه یکی رد میشه، خونه قشنگی درست کرده، به جای که لذت ببره بگی چه نمای قشنگی، چه مثلا گلدونای زیبایی، چه لذت ببره. آدم جوری ساختمون زیبا میده لذت میبره، ولی چون حسوده این ساختمونه میشه آتیش، هوار میشه رو سرش. عقوبت آدم حسود چیه؟ همینی که آتیش میگیره. الحسود و لا یسود، حسود آسایش نداره. عقوبتش اینه، خدا عقوبت حسادت رو در خود حسادت قرار داده. پس این که میگه لا تعذبنی به عقوبته، یعنی خدای من میفهمم در و دیوار رو جوری طراحی کردی که من همینجور که دارم حرکت میکنم اینا منو اصلاح میکنم، بدی های منو از من میگیرم، ولی خب من تحملشو ندارم. میخواد داره پیش خدا، داره با خدا مناجات میکنه دیگه، میخواد بگه خدای من جور دیگه دست منو بگیر، با این عقوبت ها نه. خب چه جوری دستتو بگیرم؟ دو تا راه داریم دیگه. یه راه عقوبته که ریشه عقوبت هم محبت ها، اینو بدونید. این که میگه رحمتی وسعت کل شی، یعنی رحمت من همه چیز رو فرا گرفته، یعنی بال رحمت خدا بازه، همه عالم زیر بال رحمت خداست. این حواستون به این باشه، هیچ جا در این عالم نیست که از رحمت خدا بیرون باشه. ابتدای دعای کمیل از خدا چی میخوایم؟ اللهم انی اسالک برحمتک التی وسعت کل شی، خدایا من از تو درخواست میکنم اون رحمتی رو که همه چیز رو فرا گرفته. جهنم که یک عقوبتگاه، کارخانه آدم سازیه، نه کارخانه آدم سوزی، زیر سایه چیه؟ رحمت خدا. مثل بیمارستان دیگه، بیمارستان عقوبتگاه آدم های بیمبالاته که مریض شدن، نه که میبرن اونجا شکنجهشون میدن، نه میبرن اونجا اونا رو از شر اون ویروسی که تو وجودشونه چیکار کنن؟ نجات بدن. خب پس عقوبتگاه هم زیر سایه رحمت، حواسمون به این نکته باشه. بعد میگه که پس خب این یه راه. راه دوم چیه؟ توی مناجات شعبانیه حضرت علی اونو خوب اومده، راجب راه دوم تربیت. اون چیه؟ اینجاست. میگه که بذارید پیداش کنم، مناجات شعبانیه. خب مناجات شعبانیه چقدر این مناجات شعبانی عجیب، چقدر جذابه، این مفاهیمش رو میخونی چقدر خوشمزه با خدا صحبت کردن اینجا. خوب کوش میگه که الهی لم یکن لی حول فانتقل بهی عن معصیتک، میگه خدایا من هیچ اراده ای ندارم برای ترک گناه، الا مگر فی وقت، در زمانی که
ایقظتنی لمحبتک، تو با محبتت منو بیدار میکنی. یعنی من هیچ اراده ای ندارم برای اینکه گناه نکنم مگر وقتی که میفهمم تو منو دوست داری، و کما اردت ان اکون کنت، اون وقت اونی میشم که تو میخوای. خب راه دوم واسه اینکه انسان به کمالات برسه چیه؟ اینه که بفهمی اون کسی که تو رو به کمالات داره میکشونه، تو رو به سمت کمالات، عاشق توه، تو رو دوست داره، با مرکب عشق بری. خب خطرش چیه؟ خطرش محبت اون محبوبه، عشق اون عاشقه. انقدر عاشقت کرم داره، دوست داره، بدیهاتو به حسابت نمیاره، نمیذاره با بدیهات روبرو بشی، نمیذاره با عقوبت عملت روبرو بشی، بین تو و عقوبت عملت فاصله میندازه. برای همین تو بدی میکنی ولی نمیفهمی داری بدی میکنی، زشتی میکنی نمیفهمی داری زشتی میکنی. از رو مثل مادری که تو بهش تشر میزنی، میگه قربونت برم چی میخوای، نمیگه آخه بی تربیت دادم با مادرش اینجوری حرف میزنه، اینو بهت نمیگه، و تو نمیفهمی داری جفا میکنی به مادرت و اتفاقا ادامه میدی به این مسیر اشتباه. خب و این باعث میشه تو بد اخلاق بشی، یعنی یه جوری کلاه داره سرت میره. محبت مادرت باعث شده تو بی ادب بشی نسبت به مادرت و این تو رو عقب میندازه، ولی اونم حاضر نیست دست از محبتش به تو برداره، حاضر نیست به تو تشر بیاد، حاضر نیست تو رو عقوبت بکنه. داستانش اینه. بعد میگه که خب میگه ولا تمکر بی فی حیلتک، اینو گفتیم دیدید، میگه و مکرو و مکر الله، میگه آنها مکر میکنن و خدا مکر میکنه، و الله خیر الماکرین. خب بعد بخوای ترجمه درست بکنی میخوای بگی خدا از همه مکارها مکارتره؟ این که معلومه اینجوری نیست. خدا میگه، خدا میگه مکاره. مکر خدا میدونی چیه؟ میگه آقایی خداست، کرم خداست. میگه من از رو کرمم تو هرچی بدی میکنی من به تو محبت میکنم. این باعث میشه تو هی بد بشی، منم دست از کرمم حاضر نیستم بردارم. کلاهی که سر آدم میده یعنی کلاه کرم خدا سر آدم میده. میگه تو فکر میکنی داری سر من کلاه میذاری، من که عالم به غیبم، سر من خدا که نمیتونی کلاه بذاری. من میدونم، من میفهمم، من عالمم، من قادرم و هو علی کل شیء قدیر، هم میفهمم هم میتونم که ازت انتقام بگیرم، ولی من حاضر نیستم دست از کرمم بردارم. و اتفاقا داره کلاه کرم من سرت میره. اگه تو فکر میکنی داری مکر میکنی و داری کلاه سر من میذاری، کرم من باعث شده اجازه بدم تو اینجوری فکر کنی. پس در اصل داره کلاه سر خودت میره. گفت که هرچه کنی به خود کنی، گر همه نیچ نیکو بد کنی. میگه تو داری به خودت بدی میکنی، تو داری به خودت جفا میکنی نه به من. خب من لایو رو چک بکنم ببینم درسته، ببینم قطع و وصلی نداریم، چون کامنتاری که قطع میکنیم یه اشکال اینجوری داره دیگه. آخ این قطع شد. اشکالش هم اینه که ما متوجه نمیشیم که الان لایو ورزش چجوره. من اینو بذارم اینجا که ببینم لایو. نه لایو درست خوبه. خب ما توی روایاتمون داریم که مؤمن میفهمه میخوان سرش کلاه بذارن، اجازه میده این کارو بکنن، ولی میفهمه. چرا اجازه میده؟ میگه خب من نمیخوام مثل تو بشم، من آقایی دارم زیستیبیلی رد میکنم، من صف دارم نادیده میگیرم. انگار اصلا تو هیچ کاری نکردی، انگار تو آدم خوبی هستی، به روت نمیارم داری بدی میکنی، دستت کج شده، به من پشت سر من بد گفتی، نه من به روت نمیارم. بعد شما ببینید تو زندگی خوبان بخونید، میبینید که هر چی بزرگن به خاطر اینجور گذشتاشون بزرگن. میتونست قدرت داره، میتونه برخورد کنه، ولی این کارو نمیکنه، به هیچ وجه این کارو نمیکنه. میگفت که آقا مهدی باکری فرمانده لشکر بود، شهردار ارومیه بود، مهندس عمران خدا رحمتش کنه. بعد یه راننده ای میگه که ما توی مقر لشکر بودیم، یه آقایی رو لباس بسیجی تنش بود، سرش هم موهاش کوتاه بود، این سربازا کچل کرده بود،
نشوندن تو ماشین ما، گفتن ایشون رو ببر فلان مقر، ببر و بیا. گفت منم گفتم باش، نمیشناختم کیه. گفت آقا ما زدیم از پادگان بیرون دیگه، ما پامون گذاشتیم رو گاز دیگه که سریع بریم، جاده هم خاکی، ماشین بیت المال دیگه، هی میرفت بالا پایین و بر اونور. رو میگفتیم بسیجیه که بغل ما نشسته بود، ما نمیشناختیمش، گفت که عزیز فرمانده گفته وقتی عملیات نیست 90 تا بیشتر نرید، شما الان داری سرعت بیشتری میری، این درست نیست. این بنده خدا میگه من فکر کردم یه بسیجی ساده است، میگم زدم پشت کلش، گفتم داداش فرمانده کجا بود؟ بی خیال همینجوری گاز میدادم. میگفت احساس میکردم این داره اذیت میشه، که مثلا ماشین بیت المال مثلا داره تو این چاله ها میفته میره، تویوتا ها بود. گفت هی دوباره گفت عزیز فرمانده لشکر گفته باید گوش کنی به حرفش، این بیت المال تو ما عجله ای نداریم، که آرومتر برو. گفت منم اصلا بی خیال، گفتم بابا بی خیال بسیجی. گفت سر یه سرایی رسیدیم، گفت برادر من همجا پیاده میشم، شما برگرد. گفت ما منو پیاده کردیم و خلاصه بهش گفتیم برسونیم تا فرانج. گفت نه من همجا کاری پیش اومده همینجا میرم، منو پیاده کن. گفت نتونست تحمل کنه این بی موالاتی منو با بیت المال، گفت پیاده شد. پیاده شد ما برگشتیم. گفت رفتم تو پادگان، فرمانده ها دیدن این ماشین اومد، میگفت اومدن دیده مثلا فرمانده گردان ها و گروهان ها اینا ریختن دور آقا چی کجا رفتی چی شد چرا قد زود اومدی؟ گفتم که والا این آقا پیاده شد سر یه سرای پیاده شد. حالا مگه کی؟ گفتن آقا مهدی باکری فرمانده لشکره دیگه. یعنی چی فلانجا پیاده شد؟ چرا پیاده شد؟ میگفت من دیگه لو ندادم چه غلطی کردم اینا. گفتم الان بگم چی شده؟ گفتم نمیدونم. گفت میخوام اونجا پیاده شم. پیاده شد. گفت آقا ما دیگه اون شب تا صبح خوابمون نبرد، چه میشناختیم؟ ما نمیدونستیم این اخلاقش چجوریه، که گفتیم فرمانده لشکره، ببین چقدر الان از ما شاکی، این فردا برگرده بیاد ببین میخواد با ما چیکار کنه دیگه. گفت که آقا فردا نشسته بودم جلو در پادگان که فقط اگه این اومد توی لشکر برم یه جوری بیفتم به دست و پاش که آقا من غلط کردم و فلان از این حرفا. میگفت آقا تا اومد دیدمش دویدم سمتش، میگفت اونم فهمید که من دارم میاد اماشی پیادش، میگه دویدم میگه رسیدیم منو بغل کرد، میگفت میزد پشت من، میگفت بسیجی فهمانده میگه 90 تا بیشتر نرو. آقا بریزه به هم بگه من فهمانده لشکرم فلان فلان شده. میگه فرمانده لشکر کجا بود؟ میدونی من کیم؟ ما باشیم قاطی میکنیم از کوره در میریم دیگه، میدم اصلا ببرنت خط یک به جا گودی ازت استفاده کنن. اما اینجوری نیست، ببین میتونه انتقام بگیره نمیگیره، میتونه میفهمه که تو نفهمیدی من فرمانده لشکرم، ولی میگه عیبی نداره باشه، هیچ انتقامی هم در کار نیست، جمع نمیکنه یه جا به حسابت بذاره به هیچ وجه. حالا درس هم داره دیگه، اینجوری هوا بیت المال داشتن دقیقا مثل الان. الان متاسفانه بیت المال شده بیت الحال، آره حیف و میل میشه و متاسفانه به کسی هم پاسخگو نیستن، یه عده احساس میکنن قیامتی هم نیست، یعنی رفتارشون داد میزنه قیامت نیست، ولی قیامتی هست، همین دنیا قیامت میشه. حالا اینجوری دنیا کار ندارم. پس دومش اینه ولا تمکر بی فی حیلتک. بعد میگه من اینه لی الخیر یا رب ولا یوجد الا من عندک. میگه ببین این نقشه تو بهترین نقشه است، خیر یعنی بهترین پیشنهاد ممکن. میگه تو عالمو خیلی خوب درست کردی، این کاری که تو کردی عالیه، این مسیری که واسه ما چیدی بی نظیره، این خاصیتی که به رفتار ما دادی که خود رفتار تا حال بدی به دست میده، یعنی تا متکبر میشی یه دفعه یه عالم بدی میریزه رو سرت که اینو بذاریش کنار، مثل دستی که به پریز برق میزنی، برق میگیرد دستتو میکشی، میگه آقا این دست نزن این خطرناکه. این داستانش. میگه این نقشه تو هم بهترین نقشه است. خب بعد میگه تو ادامهشون دیگه، حالا بحث جدیدمونه، میگه و من اینه لی النجات ولا تستطاع الا بک. میگه نجاتم فقط از کی دنبال نجات بگردم؟ دنبال بهترین نسخه پیش کی بگردم؟ بهترین نسخه پیش توه. چرا بهترین نسخه پیش خداست؟ ببینید اولا که خدا ما رو از رو لطف خلق کرد، میتونست ما رو خلق نکنه، از عشقش این کار رو کرده، خواسته جمال خودش رو ببینه،
ما رو به وجود آورده تا خودش تو آینه ما ببینه. خب این پس از رو عشق ما رو آفریده. حالا اینی که عاشق ماست و هو علی کل شیء قدیر، قدرت کامله، میدونید قدرت داره، همه کاری میتونه بکنه، اون اسیر ابزار نمیشه، ابزار اسیر اون میشن. اون دستور میده که آتیش بسوزونه، اگه بخواد نمیسوزونه. اون به شیء برنده میگه ببر، خاصیت بریدن میده، اگه بخواد نمیذاره این کارو بکنه. میدونید اون میتونه سبب خیر بشه، یه عدو شود سبب خیر گر خدا خواهد. یه مثال براتون بزنم. دزد رفته بود دزدی، داستانش معروفه، رفته بود دزدی، آقایی که شما باش چاییه، آقایی که شما باشین، بعد یه بررسی کرد، دید که یک زن و مرد جوونی هن، یه نوزادی هم دارن تو خونه. گفت خب اینا اساساشون نوعه، بهتره چیز برای دزدی، فقط یه خطر داریم. خطر چیه؟ اینه که یه وقت بچه بیدار بشه، جیغ میخ کنه، بابا ننه بیدارشن، خواب اونم سنگی خوابیده بودن. این اومد وارد اتاق شد، یواش بچه رو برداشت برد گذاشت تو حیاتی گوشه ای. گفت خب این دیگه اگر اینجا بیدارم بشه صداش تا تو نمیاد. شروع کرد اساسا هم یواش یواش بیاره توی، هرچی به درد مخور بود و اینا برداره بیاره بذاره تو حیات، که بعد برداره ببره همش رو مثلا تو ماشینی که بیرون داشت هرچی داشت برداره ببره. شروع کرد آقا وسیلا رو آورد، جهازی هم که الان خانوما میارن بیشتر به درد همون دزدا میخوره دیگه، میدونید که مثلا خانوما الان آب میوه گیری میارن، خب میوه گیری به چه دردی میخوره وقتی میوهش نیست؟ مثلا یارو میگفت من آب میوه گیری آورده، خانومم تو جهازش 25 کار است، من نمیدونم چی کار میکردی، من هرچی فکر کردم 25 تا کار از یه آب میوه گیری به ذهنم نرسید. ولی من بهش گفتم داداش تو، ما اومدیم خونتون دو تا دونه خیار آوردی واسه ما پذیرایی، خب یعنی تو اصلا میوه تو خونتون نبود، تو میوه بیار، من خودم به 25 روش میخورمش، نیاز نیست که بری آب میوه 25 کار بگیری، نمیتونم قهوه ساز، چای ساز، آرام پز، یواش پز، پشت و رو پز، دیگه همه چی دیگه دارن دیگه این زندگی ها متاسف. حالا کار نرم، آقا اسباب وسایل آورد چی تو حیات که ببره بیرون، بچه بیدار شد، بچه بیدار شد، یه جیغی زد، تمام ستون این مرده لرزید، یعنی چراغ همسایه روشن شد. این انقدر ترسید گفت الان همه بیدار میشن، فرار کرد دزده. پدر مادر بیدار شدن، مادر پاشو دید بچه نیست، به شوهرش گفت بچه نیست. گفت خانم مثلا بچه شیش ماه را میره، چی بچه یعنی چی بچه نیست؟ گفت صداش تو حیات میاد. حالا کی چه خوابن، پاشو در اومدن تو حیاتن، ای همه اساسا تو حیات، بچم تو حیات، جیج خواب یعنی چی؟ یعنی اساسا رو بچه آورده، بچه اساسا بچه آوردن، اصلا یعنی چی؟ همین گیج و منگ بودن، سقف خونهشون اومد پایین. خدا میگه این سقف خرابه، جاذبه هم داره زمین، که جاذبه رو که نمیتونم تعطیل کنم که عزیز من، این سقف باید بریزه، ولی من دزدو میفرستم اسباب وسایل تو بیاره بیرون، پاره جگرتم بیاره بیرون، جون خودتم چیکار کنه؟ نجات بده، سقف خونت هم برو درست کن. میگه عدو شود سبب خیر. گفت که یارو تو قوم از یه آخونده خونه اجاره کرده بود، خونه های قدیم تیر کلافی بود بهش میگفتن، سقف چوبی بود، یه سیمی ببستن، این محرابی مانه هم بود بهش میگفتن تیر کلافی. بعد چیز بود دیگه، کاهگل و اینا میذاشتن و بعد اون بالا خاک میریختن و میخواستن سبک بشه، حتی کود حیوانی میریختن بین دیوارا که دیوارم خیلی سنگین نشه، از اون برم عایق میشد، گرما سرما رو حفظ میکرد تو خونه، کار ندارم. بعد میگفت که یارو خونه اجاره کرده بود از یه آخونده، بعد سقف صدا میداد، اومد گفت حاج آقا این سقف خونه که به ما دادید این صدا میده. گفت که آخونده بهش گفت عزیزم این ذکر خدا میگه، این سقف خونه ما ذکر خدا میگه. بهش گفت حاج آقا من با ذکرش مشکلی ندارم، من میترسم یه وقت سجده کنه، بالاخره بعد از ذکر سجده میکنن، سجده شکری چیزی میترسم سجده کنه. حالا صحبت هم اینه، ببین
اونی که عاشق توه تو رو خلق کرده قدرت داره، بی نهایت قدرت داره، و هو علی کل شیء قدیر، و هو به کل شیء محیط، عالمم تو مشتش، یعنی قدرت داره، همه چی هم تو مشتشه. خوبه؟ و هو به کل شیء علیم، علمم که داره، علم داره، قدرت داره و مسلط بر عالم، عشق به ما هم داره، این نمیتونه بد ما رو بخواد، هر چی تقدیر میکنه به نفع ماست، بهترین اتفاق مال حال اون لحظه ما. داره ما رو درمان میکنه، ثانیه به ثانیه حواسش به ما هست، لا یشغل و شن و ننشن، یه لحظه از ما غافل نمیشه، یه ثانیه خدا از بنده هاش غافل نمیشه، بهشون بی توجه نمیشه، سمیع، میشنوه، میبینه، میفهمدت، درکت میکنه، میدونی، انیس، مونسته، میشینه کنارت، حرفتو میشنوه، گوش میده، درکت میکنه. مشکل این که ما با خدا حرف نمیزنیم، اینا رو اگه اینا رو بدونیم خیلی حالمون رو خوب میکنه. میگه من اینا لی النجات و لا تستطاع الا بک لل، حالا ادامه، این ادامه بحث جدیدمونه دیگه، میگه لل لذی احسن استقنا عن عونک و رحمتک، میگه اون آدم خوبا هم بی نیاز از کمک و رحمت تو نیستن، اصلا هرچی خوبیه به رحمت خداست، به لطف خداست، بدون لطف خدا خوبی در کار نیست، خدا به ذهنت میندازه چی کار کن، خدا ذهنتو باز میکنه، بهت قدرت میده، بهت انگیزه میده برای کار خوب، یعنی اونی هم که کار خوب میکنه به لطف خدا نیاز داره و به رحمت خدا نیاز داره، چون به لطف و رحمت خدا میشه کار خوب انجام داد، ولی اگه ما رو ول بکنن همین جوری، اگه خدا حواسش به ما نبود، اگه تقدیر عالم اینجوری نبود که ما به سمت انسانیت بریم، 100 سال این حرکت هایی که الان داریم میزنیم، حرکت های خوب انسانی رو هیچ وقت انجام نمیدادیم، اصلا به ذهنمون نمیرسید که کار خوب انجام بدیم، سیستم خلقت ما و سیستم خلقت عالم جوریه که ما رو به سمت خوبی ها هل میده، ما رو به سمت خوبی ها سوق میده، ما رو به سمت خوبی ها میکشه، و این رحمت خداست، و اگه کار خیری میکنیم به قدرت خودش، خدا به ما قدرت داده. شما نکن انسان خیلی، این جسمی که ما سوارشیم، این مرکب جسم ما خیلی ضعیفه، یه سرما میخوری آب بینیت نمیتونی کنترل کنی، دست خودت نیست، یه عدسه میکنی دیگه چه اتفاقی بعدش بیفته دست تو نیست، میدونی؟ میخوام بگم این مویرگ های توی سرت که کیلومترها مویرگ تو سرته، کنترل یه سانتش دست من و شما نیست، ولی اگه یه سانتش قطع بشه، یه لخته خون ریز توش ایجاد بشه، کارمون تمومه دیگه، حتی لمس میشیم دستمون هم نمیتونیم تکون بدیم. پس هر کاری داریم میکنیم به لطف و رحمت خدا، به قدرت خدا داریم انجام میدیم، به قدرتی که خدا به ما داده داریم انجام میدیم. میگه آدم خوبان به تو احتیاج داره. آقا خوبی کردن خیلی عقل میخواد، ما خیلی وقتا میخوام کار خوب کنیم، کار بد میکنیم، ما خیلی وقتا یه کارایی میکنیم فکر میکنیم خوبه، بعد بریم توبه کنیم از کارهایی که کردیم و فکر میکردیم خوبه و بد بوده، آبرو کسی رو توش بردیم، دل کسی رو توش شکوندیم. کار خوب کردن فیلسوف میخواد، کار هر کسی نیست. میگه که استلی آقای قاضی که آخته کنم آخرین شاگرداشون دیگه مثلا امثال آقای بهجت بودن، خیلی آدم بزرگی بود ولی عیالوارم بود، خیلی زن و جمعیت زیادی داشت، زن و بچه‌ش و اینا. بعد یه بقالی سر کوچه‌شون بود، این میرفت اونجا خرید میکرد، یه بار یکی از شاگرداش اتفاقی اونجا بود، دید ای حاج آقا اومده خرید کنه، کاهو رو دیدید برگه های روشو میکنن، میدید کاهو دیدید این برگه های رو میکنن، خیلی خوشگلش میکنن میفوشن، اون برگه هایی که میکنن اون ضرر اون بقال دیگه، چون این وقتی کاهو رو میخره میکشن انقدر کاهو بهش میفوشن، این برگه های روشو میکنه خوشگلش کنه بفروشه، اون میشه پرت کارش، ضرر کار اون مغازه دار میشه. میگه دیدم اینا رو جمع کرد، بعد یه نخ بهش بس، گذاشت رو ترازو، کشید و پول داد. میگه من خیلی تعجب کردم، یعنی خیلی اینو کسی پول باری این نمیده، میان همجوری بهم دارن میبرن، و جذاب اینه که برگای روی کاهو چون آفتابی بیشتری خورده از نظر غذایی مفیدتر هم هست، کاری ندارم.
هیچی، قدیم هم که دیگه کود شیمیایی و سم و اینا در کار نبود که اصلا شما فکر کنی سم میخورده بشه از این حرفا، تمیز دیگه. میگه اومد بیرون، من رفتم دنبالش گفتم حاج آقا این مغازه‌دار سر شما کلاه گذاشت، این اصلا یعنی چی؟ آخه اینا رو کسی پول نمیده، اینا این کلاه گذاشتنش. میگه دی طلبم و اینا، بالاخره شاگردش بوده میشناخت، میگه دستم رو گرفت که خواست بهم درس بده، گفت ببین پسرم این آدم عیالواریه، من میخوام بهش کمک کنم، من ضررش رو میخرم که یه کمکی بهش کرده باشم و اینکه یه چیزی ازش میخرم که پول مفتم ندم عادت کنه به مفخوری که شخصیتش هم خراب بشه، انگار داره صدقه میگیره. الان اینا رو که به من میفروشه و یه چیزی داره میفروشه، اون غرورش و اون شخصیتش به هم نمیریزه، اینا هم برگای مفیدیه، اینا هم چیزای تمیز خوبیه، خوراکیه، ما خونمون میخوریم اینا رو، ما آدم میشیم. ببین یه کار خیر چند تا تیر زده تو هدف، تازه یه درسم داده به این و به همه که وقتی میخواید کار خیر کنید قبلش یه ذره فکر کنید. بابا این نیستش که شما حیثیت بند دارید، مثلا میخواد یه جهاز جور کنه، اعلام عمومی میکنن آقا برای فلانی میخوام جهاز جور کنید، بابا تو آبروی این دختر رو بردی که، آبروی این پسر رو بردی که، تو خونه آدم یخچالم نباشه، حالا مثلا اول ازدواج به جایی بر نمیخوره، چیزی نداره بخره بذاره یخچال، آخه بابا جونم میدونید مثلا 90% چیزا به کارمون نمیاد، ولی تو شخصیت طرف رو خورد میکنی، میخوای کمکی بهش بکنی، حال یارو رو میگیری، عکسش رو منتشر میکنی، میرن این مدرسه ها دیدید کمک میبرن، من بعضیش رو دیدم خیلی ناراحت شدم که مثلا رفته مدرسه بخش مستضعفی، اولا اینکه ما هنوز تو کشورمون جاهایی داریم که مستضعفن، این معلوم حقشون رو بهشون ندادیم، بگن مگه مملکت فقیره؟ مملکت که فقط تهران نیست، تهران هم فقط منطقه 1 و 2 و 3 نیست که، آقا هم باید منابع یه جوری تقسیم بشه، منابع عمومی که همه بتونن تو حداقلی از رفاه باشن. حالا یه بخشی اصلا نگاه بی‌توجهی شده، اصلا یه جاهایی میره آدم فکر میکنه جزء ایران نیست، میگم مثلا اونجا اصلا چه اتفاقی نیفتاده. خب یعنی میخوام بگم پس ما به اونا بدهکاریم، اولا کوتاهی ما باعث شده اونا تو فقر باشن. حالا من دیدم بعضی هم میرن به این بچه ها کمک کنن، توجه نمی کنن، میره با بچه عکس یادگاری میگیره، بچه هم چه میدونه چی به چیه، یه کیفش دادن شاده، میاد وای میسه تو دوربین عکس میگیره، عکس هم منتشر میشه، بعضی این عکس ها میمونه، این بچه ها کوچیک نمیمونن، اینا بزرگ میشن. بعد یه دفعه میاد میبینه ای تو فضای مجازی یه عکس هست که این وایساده بغل یه مثلا خانم یا آقایی که خیلی چیزی یه کیفم دستشه، این به هم میریزدش آقا. بعد اصلا چرا باید تصویر اینو شما نشون بدید؟ چه کاری آخه ما میکنیم؟ من نمیفهم واقعا. میخوام بگم کار خیر کردن توفیق میخواد که اصلا بفهمی کار خیر چیه. یه وقت کار خیر اینه که به یه کسی کمک مادی نکنی، به فکرش کمک بکنی. آدما تو فکرشون فقیر میشن که بعد تو دنیای واقعیشون هم فقیر میشن. یه وقت باید ماهیگیری یاد بدی به جای ماهی دادن، یه وقت باید حق طرف و زمین سازی بکنی بهش بدی. صدقه نمیخواد کسی که، صدقه مالونی که واقعا کار افتاده است و هیچ راهی نداره واسه اینکه یه درآمدی داشته باشه، تازه اونم صدقه دادن بهش باید با لطایف الحیل باشه، یعنی به یه طریقی که شخصیتش از بین نره. حالا یه چیز جالب بگم، یکی از علما میگفت ما زمانی که تو مدرسه درس میخوندیم ما میگیم حجره، دانشجوها بهش میگن خوابگاه، ما اتاقای کوچیکی مثلا 2 تا 3 تا طلبه توی اتاق زندگی میکنن، بعد غذا خودشون باید بپزن. میگفت من بعضی وقتا میدیدم تو جیبم پوله و مثلا فکر میکردم که مثلا کس این پول مثلا ملائکه میارن یا مثلا امام زمان میاره پول میذاره جیبم. میگفت و انقدر برام چیز بود، این جذاب بود این پوله که میومد، فکر میکردم واقعا از غیب یه پولی میاد. هم اتاقیامو دعوت میکردم، میگفتم من یه پولی برام رسیده از عالم بالا و اینا، و مثلا بیاد این پول مثلا تک خوری نکنیم، با هم یه غذایی بخوریم. میگفت فکر میکردم این پوله رو ملائکه آوردن، میگفتم یه پول حلالیه، باشه غذا درست کنم، هم اتاقیام هم مهمون کنم، اونا هم غذا بخورن و اینا. میگفت اونا هم مشتاق بودن، میومدن میشستن، خدا خیرت بده از این غذای بهشتی مثلا به ما دادی، از این مائده آسمانی که برات اومده ما رو مهمان میکنی. میگه من بعدها، آدم ساده ایه، میگفت من بعد سالها بعد فهمیدم که هم اتاقیم این پولو میذاشته تو جیب من،
من فکر میکردم از ملائکت الله اومده. الان من دیدم بعضی میخوان کار خیر کنن، خیلی قشنگه. مثلا یه قصابیه، این آدم مطمئنیه، آدم معتبریه، طرف رفته پیشش یه کارت کشیده، آقا این 10 میلیون پول پیشت باشه. بهش گفته که ببین یه کسی اومد گفت مثلا 500 تومن گوشت به من بده، نیم سیر، چه میدونم، نیم کیلو استخون خواست بخره ببره، تو دیدی فقیره، از پول من 1 کیلو گوشت مثلا بهش بده و بهش نگو، اصلا بهش نگو اینو یه خیری داده فلان، هیچی، تو همون گوشتی که داری براش میریزی اینو حساب کن، بهش بگو مثلا آقا 1 کیلو شد، حالا دیگه مثلا نیم کیلو شد، انقدر میشه. اصلا نفهمه که ما بهش کار خیر کردیم. مثلا برای چی مگه بعد آمارش به کسی بدی؟ یا مثلا میرن در مغازه، طرف حساب دفتری داره، میاد میگه آقا اینا رو من پولشو میدم، اینا رو خط بزن، بعد به طرف میگه چی شد؟ میگه آقا ولش کن، نمیدونم دیگه حساب چی، نه دیگه حالا ولش کن، از الان به بعد هم یه جوری شده، یه جوری بشه شخصیت طرف خورد نشه. من مثلا یادمه یه موقعی بود، اینا حالا نمیدونم چه کاری بود، کار بس خوبی نبود فکر میکنم، کارت نون میدادن، بعد مثلا ما تو صف نونوایی وایساده بودیم، مثلا دیدیم معمولا خانواده های فقیر هم میگرفتن کارت نون، بعد به جا پول کارت نون میداد، معلوم میشد که این پول نون نداره، این پول مثلا فطریه است بهش دادن. این روش قشنگی نیست آقا. مثلا میخوام بگم کمک کردن مستقیم به دیگران، هزار تا فکر باید بشینی بکنی. مثلا میخواد به یه بچه کمک بکنن تو مدرسه، فقیره، میخوان لباس بهش بدن، حالا مثال میگم اینا رو، باید بشینی فکر کنی مثلا یه مسابقه ای بذارن این توش اول بشه، هی قرعه کشی بکنن مثلا این توش اسم این در بیاد، بعد اون لباس ها رو بهش بدن، نه اینکه بچه ها تو صف وای میستادن، خدا بگم چیکار کنه بعضی رو، چرا این کار رو میکردن؟ مثلا نزدیک عید میشد صف وای میستادیم، یادتونه مدرسه همه صف وای میستادیم، از جلو نظام خبردار، یک مسخره بازی که پادگانه، بعد مدیر میگفت مثلا آقای فلانی اسم فقرای مدرسه رو میخون برید نمازخونه، مثلا خیرا لباس رو برده بودن، بعد این بدبخت ها رو میبردن توی نمازخونه لباس نوتن اینا میکردن، حالا یکی آستینش بلنده چون خیر رو برده دیگه، حالا اندازه یارو که نگرفتن، پاشش بلند بود تو میزدن، نمیدونم کمربند میبستن، لباس اندازه داداش بزرگش تنه میکرد، بعد با این لباس نوعا این بدبخت ها سر کلاس، ما همه میفهمیدیم که این لباس رو بهش هدیه داده، مثلا یه خیری برای این بدبخت رو برده نداره. این روشاش خورد کردن شخصیت آدم هاست. این چه روش کمک کردنیه؟ کمک کردن فکر میخواد، فیلسوف میخواد، کار خیر کردن فیلسوف میخواد. حالا اینجا میگه آدم خوبا هم نه از رحمت تو بی نیازن، نه از قدرت تو، هم باید رحمتت باشه آدم خوبه ها، هم باید رحمتت باشه، هم باید قدرتت باشه تا بتونه آدم خوبی باشه، مسیر درستی رو بره، باید از این نعمت عقلی که تو بهش دادی استفاده کنه تا مسیر درستی رو بره. میگه وللذی اساء واجترى علیک ولم یرزک خرج عن قدرتک. میگه آدم بدم که عصیان داره میکنه، بدی میکنه، بی باک جرأت داره بر حکم تو و خلاصه رو در مثلا چی میگن تجری داره نسبت به احکام خدا، نسبت به مقام انسانیت و اصلا هم تو نخ رضایت تو نیست و اصلا تو رو حساب نمیکنه، آدم بدی هم که با تو دنده لج وایساده، اونم از قدرت تو خارج نیست، یعنی تهش زیر سایه قدرت خدایی، همونطور که زیر سایه رحمتشی و رحمتش و قدرتش یه جنسه، یه موجوده، یک حقیقته، اینا هیچ کدوم روبروی هم نیست. صفات خدا، صفات خدا در هم تنیده است، روبروی هم نیست، قدرتش هم یک نمایشی از رحمتشه. خب میگه آدم بده که تجری داره نسبت به احکام خدا و سوء عمل داره و کارهای زشت انجام میده، اونم از قدرت تو خارج نیست. آدم خوبه به قدرت تو رحمتت نیاز داره، آدم بدم زیر سایه قدرت توه، ولی تو چی هستی نسبت به اون؟ اون به تو بدی، اون به تو جرأت داره نسبت به تو، رو در روی تو وای میسته، رو در روی خواسته های توی خدا وای میسته، اما تو چی کارشی؟ اینجا میاد سه بار میگه یا رب یا رب یا رب، میگه تو ولی رب بشی، پرورش دهنده شی، تو پاش وای میستی، قدرت تو اینجوری نیستش که
به رخ بندت بکشیش، پای بندهات وایسادی و اونا رو به سرمنزل مقصود میرسونی. همه این که انبیا اومدن، عقل هست، فطرت هست، برای اینه که تو راه نمونی. مثل یه مادری که تو خونه هست، سفره پهن کرده، منتظر بچه هاش بیان، هی زنگ میزنه پسرم مادر کجایی، نمون بیرون، بیا زودتر زودتر بیا. خدا میگه بیا سر سفره من مشتاقتم، من میخوام تو رو تو آغوش بگیرم. تو راه نمون. همه ناراحتی اینه که تو راه موندی، به من بدی نکردی که به خودت بدی کردی. و اگه ما بدونیم چه آغوشی در انتظار ماست و خدا چه سفری برای ما پهن کرده، روح تو بدنمون دووم نمیاره از ذوق. من به کسی میگفت که بعضی دیدی میمیرن چشاشون بازه، اینو اسرائیل نذاشته چشاشون رو ببندن. خب یه ذره فکر میکنم یا نمیدونی مرگ چیه، یا مقام انسان رو نمیدونی چیه، یا از اون بر بیخبری. اینجوری ها نیست، انسان خیلی محترمه، انسان موجود محترمیه و خدا احترام انسان رو به همه مخلوقات خودش واجب کرده، گفته این معشوق منه، حواستون بهش باشه. آن به ملائکه مگه نگفت سجده کنید به انسان؟ یعنی به ملکوت و آسمان و زمین گفت در اختیار انسان باشید. من یه مثال براتون بذارم و حرفم رو تموم کنم. دیدید زمستون بچه ها رو پالتو می پوشونن، لباس گرم می پوشونن. خیلی آماده کردن بچه ها برای مهمونی رفتن تو زمستون خیلی زمان میبره. جوراب گرم پاشون میکنه، نمیدونم یه شلوار زیرش پاش میکنه، یه شلوار رو پاش میکنه، بعد یک مثلا بولیس تنش میکنه، یه کافشن تنش میکنه فلان. و وقتی میریم جای مهمونی، تا میرسیم اونجا میگه مامان پاشو این کافشن تو درار، این لباس روت هم درار که عرق نکنی بری بیرون سرما بخوری. یعنی میگه این لباسایی که پوشیدیم برای بیرون سباک میکنیم. بعد بچه‌ها دیدید نسبت به لباسشون چه حساسیتی دارن؟ یه لباس خوشگل براش خریده، مثلا یه کافشن خوشگل خریده، یه بلوز قشنگ، بعد دکمه‌هاشو نمیذاره تو ببندی. دست از خودم میبندم خراب بشه. حالا بچه رو آمادش کردن، دکمه‌هاش هم خودش بسته، نذاشته کسی ببنده، قرار بریم جشن تولد. آقا میریم تو خونه ای که مثلا خونه داداشش، خونه عموش، خونه داییش، خونه عمش، خونه هر کی فامیل، میریم تولده. بعد خوشگل اونجا رو درست کردن، میوه گذاشتن، شیرینی گذاشتن، از سقف مثلا چیز آماده کردن، چون بادکنک گذاشتن، گل گذاشتن، خوشگلش کردن اونجا رو. بعد چی بابا؟ خب بذار من دارم صحبت میکنم، بذار تموش صحبتم. و یه جای خیلی خوشگلی درست کردن اونجا. بچه میاد داخل اینا رو میبینه، میخواد بودوی بره وسط اسباب بازی ها و بادکنک ها و آجیل شیرنی میوه، دیگه نگاه نمی کنه. این لباسه که نمیذاش دکمهشو ببندی، میخواد انگار این دکمهاشو بکنه بره. بعد میگه بابا وایسا بذار کافشنه تو درارم، همینجوری کافشنو در میاره میندازه، بولیزشو در میاره میندازه، مثلا دستکشاشو در میاره، کلاشو میندازه میدوه، دیگه وای نمیشه اینا رو تا کنه، انقدر جذابه، دیگه وای نمیشه اینو تا کنه، تمیز کنه، بذاره که میدوه بره لای مثلا اون جای جذابی که بره تو بادکنک و با اسباب بازی و خوراکی. موقع مرگ اون رو بهت نشون میدن، انقدر برای بعضی جذابه، اصلا دیگه براش مهم نیست که جسم، چون لباس دیگه، این لباس رو میکنه میره. آقا دهنت بازا، ولش کن بابا جون، میگیرید مطلبو؟ خیلی خوشحال شدم بچه هم، انشاءالله مفید باشه بحثا. ساعت 12:48 فکر کنم 45 دقیقه شد. خیلی خوشحال شدم، شما خیلی به من لطف کردید، بچه هاتون میان واقعا ما لذت میبریم، خوشحال میشیم که ناشنوایان میان و به ما افتخار میدن. انشاءالله باز ادامه پیدا کنه. سلامت باشی، خدا حافظ. سلام خانواده برسونید، خدا حافظ.